علی اشتری فعال سیاسی از تورنتو با ما همراه میشه. آقای اشتری، واکنش گروه های مخالف حکومت رو به این اتفاقی که الان داره در ایران میفته رو چطور میبینین؟ چقدر فکر میکنین اون پویایی لازم رو داشته که به موقع واکنش نشون بده، از جمله اینکه صدای دختران در ایران باشه، صداشون رو به گوش جامعه جهانی برسونه؟ درود بر شما نوشه جان و بر بینندگان عزیز. متاسفانه به نظر میرسه که گروه های سیاسی که معمولا یک جوری در ایرانیان دنبال روی مردم هستن، هنوز در یک شوک به سر میبرن و از قبل آمادگی چنین سناریویی رو نداشتن و اینکه بخوان برنامه ریزی بکنن که چجوری واکنش نشون بدن در برابر این وحشت آفرینی و تروریسم جمهوری اسلامی، یک چیزی هستش که هنوز به زمان بیشتر نیاز دارن تا سازماندهی بکنن، تا برنامه ریزی بکنن و یک واکنش درخوری نشون بدن. و یک چیزی که مسلم هست این هستش که جمهوری اسلامی بدون اینکه در واقع هزینه های این تروریسمش به اون لذتی که از تروریسم و وحشت آفرینی و جنایت میبرن غلبه بکنه، تا قبل از این اتفاق بیفته اینها به جنایتشون ادامه میدن، به خاطر اینکه خب هم یک ارزش ایدئولوژیک هست براشون، یعنی آیهش هم به این آیه استناد میکنن که النصر به روب، یعنی پیروزی در گروه وحشت آفرینی هست، پیروزی در گروه تروریسم هست و این براشون یک ارزش ایدئولوژیک هست، ارزش ایمانی عقیدتی هست تروریسم. و در این حال به صورت عملی هم تروریسم براشون کار کرده، به خاطر تروریسم اینا تونستن به قدرت برسن، از فاجعه سینما رکس و ترورهای قبل از انقلاب بگیر تا بعد از انقلاب، و تونستن 44 سال با وحشت آفرینی و تروریسم در قدرت بمونن و از این به بعد هم در واقع رویکردشون همین هست. حالا اینکه چرا رفتن به سمت اینکه با حملات شیمیایی به مدارس دخترانه حمله بکنن، خب این هم در واقع بعد از این وقایع 5-6 ماه اخیر و انقلاب مردم ایران، اینا به این نتیجه رسیدن که میزان وحشت آفرینی که انجام دادن، میزان تروریسمی که بر مردم و بر زنان و دختران ایران اعمال کردن کافی نبوده و نیاز دارن که به یه سطح دیگه ای از تروریسم رو بیارن و این کار رو با حملات شیمیایی به مدارس انجام دادن و در این حال تونستن با پروپاگاندا و مخصوصا پروپاگاندا در رسانه‌های خارجی، جوری که بعضی رسانه‌هایی که حالا به خودشون میگن رسانه‌های مرجع، به انگلیسی مقاله می‌نویسن و اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو نرمالیزه میکنن، میگن که محتمل هست، میگن که ممکن هستش که حرفی که جمهوری اسلامی میزنه درست باشه، که دقیقا همون چیزی هستش که جمهوری اسلامی میخواد در دنیای خارج وانمود بشه، که در واقع این توجیهی که خودشون برای مسئله میکنن یه توجیه باورپذیر هست و در این حال به مردم ایران هم نشون بدن که ترور میکنن و در این حال واقعا دروغ میگن و میخوان با این کار در واقع ناامیدی و استحصال رو در بین مردم ایجاد بکنن و چارش هم واقعا این هستش که هزینه رو گروه های سیاسی ببرن بالا. آقای اشتری، چطور گروه های سیاسی هزینه رو میتونن ببرن بالا؟ اشاره کردین که واکنش رو به موقع نداشت. ما میدونیم 3 ماه این حملات آغاز شده، الان اوج گرفته، اونطور که باید و شاید واکنشی نداشتن گروه های مخالف حکومت. این هزینه رو بالا بردن فکر میکنین چی هست؟ چه کار میتونن بکنن؟ درسته، متاسفانه همطور که شما میگین هم فعالان سیاسی مثل مجلس توکلی از داخل ایران میگن که معمولا گروه های سیاسی مصرف کننده هزینه ای بودن که مردم در ایران میپردازن و خودشون در واقع کمکی به حال مردم نبودن، این همچنان ادامه داره و بس خیلی کند داره پیش میره. حالا یک در مورد این همبستگی، گروه همبستگی با چندی ماه تاخیر یه تحرکاتی ایجاد شده، ولی اون رو هم میبینیم که منشوری که قول داده بودن تا آخر فوریه منتشر کنن اون هم با تأخیر مواجه شده و مراحلی که واقعا باید انجام بشه اینه که بعد از اینکه حالا این منشور منتشر شد، یک برنامه واقعی، یک برنامه عملی، یک برنامه ملموس برای اینکه ما چجوری میتونیم بر جمهوری اسلامی پیروز بشیم ارائه بشه و مردم بتونن در قالب این برنامه ملموس سازماندهی بشن و بتونن عملیاتی جوری واکنش نشون بدن که جمهوری اسلامی رو در واقع شکست بدن. چون
تغییر رفتار جمهوری اسلامی ممکن نیست و حتی ایجاد هزینه‌های داخلی هم باعث نمیشه که جمهوری اسلامی تغییری در رفتار خودش بده. ما باید دنبال راهی باشیم برای پیروزی بر جمهوری اسلامی که داریم در اون مسیر پیش می‌ریم، ولی بسیار بسیار کند و اگر این سرعت بیشتر نشه ممکن استش که ما این پنجره فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته با خونی که مردم ایران در خیابون‌ها دادن رو اون رو هم از دست بدیم. علی اشتری فعال سیاسی از تورنتو، ممنونم از شما.